بزرگان ادیان مختلف حاضر در عراق در مراسم پیادروی به مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام شرکت کردند به گزارش شیعه ویوز با هدف اعلام همبستگی بین ادیان مختلف حاضر در عراق بزرگان ادیان و اقوام مختلف این کشور با حضور در مسیر پیادروی به مناسبت ایام شهادت امام هفتم مسلمانان جلوه از تعامل و همزیستی مسالمت آمیز را به نمایش گذاشتند بنابر این گزارش به همت شورای ملی ادیان عراق شخصیت های مذهبی و بزرگان ادیان مختلف این کشور مسیری را در شهر بغداد به سمت حرم امام موسی کاظم علیه السلام پیاده روی کردند حجت الاسلام سید نائل الموسوی یکی از اعضای این شورا در گفتگو با خبرگزاری شیعه ویوز ضمن اشاره به درجات و مقام امامان معصوم علیهم السلام گفت هدف از حضور ما در شهر مقدس کازمین و زیر پرچم حضرت امام کازم علیه السلام نشان دهنده آن است که اهل بیت علیهم السلام متعلق به تمام ادیان و قومیت ها هستند. شیخ ابراهیم الحیالی خطیب اهل تصنون نیز در این باره گفت اعضای شورای ملی ادیان با این حضور همبستگی خود را با زائران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام اعلام می کنند امامی که رفتار، کردار، گفتار و علم او زبان زده خاص و عام بوده و هست این عالم اهل تصنون با تأکید بر اینکه باید ائمه و خطیبان عراق همه در یک پارچه کردن ملت عراق به وظایف خود عمل کنند افزود حضرت امام کاظم علیه السلام با صفات بارز خود هدف و اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را روشن کردند که از آن جمله میتوان به صبر ایشان در مقابل ظلم و ستم زمانه و فرو خوردن خشم اشاره کرد شیخ ستار جبا رئیس طایفه سابعیان عراق نیز درباره حضور خود گفت اعضای شورای ملی ادیان با شرکت شخصیت های از ادیان و مذاهب مختلف همبستگی خود را با مسلمانان جهان در ایام شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام اعلام کردند وی در ادامه ضمن عرض تعزیت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام به مسلمانان افزود ما وظیفه خود میدانیم فضائل اهل بیت علیه ما را بازگو کنیم و از آنها اخلاق نیک و پسندیده و دیگر امور تربیتی را فرا بگیریم گفتنی است در این مراسم علاوه بر شیعیان بزرگان اهل تسنن عراق مسیحیان و سابعه نیز شرکت داشتند